من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. داستانی که امروز قراره براتون تعریف کنیم یکی از مشهورترین پرونده‌های حل نشده در دنیاست و اتفاقا یه ربط مستقیما به زبان فارسی داره. بریم شروع کنیم. در 20 نوامبر سال 1948 دقیقاً در ساعت 7:30 یه مرد طلافروش همراه با همسرش در ساحل سامرتون قدم می‌زدن که در بین راه مردی رو دیدن که به صخره‌های ساحل تکیه داده بود و به نظر می‌اومد که داره چرت می‌زنه. مرد یک پاش رو دراز کرده بود و یک پاش رو جمع کرده بود. برای چند ثانیه دستش رو بالا آورد و تکون داد، ولی دوباره دستش به حالت قبل برگشت و اونها فکر کردن که این مرد احتمالاً مسته. مردی که کت شلوار خیلی تمیزی به تن داشت و کفشاش هم برق میزد از تمیزی. اتفاقا نیم ساعت بعد هم یه دختر پسر جوون داشتن از اون منطقه رد می شدن که مرد مشکوک رو دیدن. پسر یکم شیطنت به خرج داد و گفت به نظر میاد این مرد برای کل دنیا مرده. اتفاقا روز بعدش هم مشخص شد که این مرد واقعا مرده. تقریبا ساعت 6:30 صبح بود که پلیس در اون منطقه حاضر شد و مرد مشکوک رو پیدا کرد. مرد ریش و سیبیلشو به نظر میومد به تازگی تراشیده، یه سیگار نیم سوخته روی کتش بود، یه دونه پشت گوشش بود و شاید براتون جالب باشه که بگم مارک دوتا سیگار با هم فرق میکرد. کت و شلوار به تن داشت، کروات زده بود و کفشاش همونطوری که بهتون گفتم برق میزد از تمیزی و به نظر نمیومد که مثلا اون منطقه خیلی قدم زده باشه و کفشاش کثیف شده باشه. همچنین در جیبهای کتش یک بلیت قطار درجه 2 بلا استفاده، یک بلیت اتوبوس، یک شانه آلومینیومی ساخت آمریکا، یک بسته نسوه آدامس آمریکایی، یک بسته سیگار و یک بسته کبریت پیدا شد. به گفته پزشکی قانونی مرد نژادش بریتیش بود و سنش هم بین 40 تا 45 سال تخمین زدن. قدش هم حدود 180 سانتی متر بود و بدنش هم کاملا سالم بود. چشمان خاکستری داشت و کمر باریک و شونه های پهن. دستا و ناخونهاش نشون نمیداد که کار یدی انجام داده باشه، یعنی به اصطلاح کارگر بوده باشه. یه چیزی که در نظر پزشکی قانونی خیلی عجیب بود این بود که عضلات پاش بسیار قدرتمند بودن و به نظر میومد این مرد مشکوک و ناشناس باله کار میکرده. همونطوری که بهتون گفتم این مرد پیدا شده کت شلوار تنش بود، اما چیزی که عجیب بود این بود که هیچ کدوم از این لباس‌ها مارک نداشتن، برچسب نداشتن که مشخص بشه سایزش چیه یا مثلا اون مارک لباس چیه و همین هم موضوع رو عجیب کرده بود. و اینکه در اون دوران، یعنی در سال 1948، خیلی مرسوم بود که آقایون کلاه داشته باشن و این آقا کلاه همراهش نبود، کیف پول هم همراهش نبود. همچنین اومدن انگشت نگاری هم کردن و اثر انگشت ها در هیچ پایگاه داده‌ای پیدا نشد و اکثر افرادی هم که برای شناساییش اومدن اون رو نتونستن شناسایی کنن و به معنای واقعی این مرد ناشناس باقی موند. یه چیزی که وجود داره اینه که در اکثر پرونده‌های جنایی وقتی افراد پیدا شده ناشناسن معمولاً به اسم منطقه‌ای که پیدا شدن میشناسیمشون. مثلا این آقا به اسم مرد سامرتون معروف شده، یا مثلا پرونده بانوی شنی به خاطر اینکه در اون تپه‌های شنی پیدا شده به این اسم معروف شده. ساعت 6:30 1 دسامبر بود که پلیس‌ها جسد اون رو پیدا کردن و پزشکی قانونی تخمین زد که ساعت 1 تا 2 صبح اون فوت کرده و تقریبا یعنی 5-6 ساعت قبل از این جسد پیدا بشه فوت کرده بوده. در کالبد چکافی مشخص شد که مرد تحال بسیار بزرگی داشته و تحالش 3 برابر حد معمول بوده. همچنین خونریزی شدید معده داشته و در معدهش تونستن یه شیرینی خمیری مانند که مخصوص استرالیاس رو پیدا کنن و پزشکی قانونی گفت که تقریبا 4-5 ساعت قبل از مرگش اینو خورده بوده و نتونستن در بدنش هیچ
خشونتی پیدا کنن، هیچ آثار ضرب و شتمی پیدا کنن. به همین دلیل نمیتونستن بگن که قتله. از یه طرف نتونستن دلیل مرگشو کشف کنن، در بدنش نتونستن هیچ سمی پیدا کنن و اینکه نشونه هاش هم نبود. معمولا کسی که مسموم میشه یا اسهال داره یا استفراغ داره و یا تشنج داره و این مرد هیچ کدوم از این نشونه ها رو نداشت. به همین دلیل هم میگفتن احتمال داره که بعد از اینکه مسمومش کردن و اون آثار دفن شده آوردن تو ساحل سامرتون رهاش کردن. ولی گفتی که مثلا اون مردی که داشته رد میشده از اونجا دیده که اون دستش آورده بالا، پس اون چجوری میتونیم؟ آره، ولی پزشکی قانونی گفت احتمالا شاید این نشونه از این باشه که اون حالت تشنج بوده، ولی تشنج هم نبوده، یه حرکات غیر ارادی بدن بوده. میگفتن احتمالا اینه، ولی خب با این حال پزشکی قانونی نتونست علت مرگ رو تشخیص بده و گفت که ما نمیدونیم چرا مرده، هیچ دلیلی نمیتونیم بیاریم، حتی نمیتونیم بگیم که این مرگ طبیعی بوده چون مرگش طبیعی نبوده. یک ماه بعد از کشف جسد مرد سامرتون، پلیس در ایستگاه راه آهن یه چمدون پیدا کرد که هیچ نشونه ای، هیچ اسمی روش نبود و معلوم نبود که متعلق به کیه و یه سری وسایل هم داخلش بود. اما چیزی که این موضوع رو عجیبتر کرده بود و تونستم بگن که این چمدون متعلق به مرد سامرتونه این بود که بعضی از لباس‌ها مثل لباس‌های مرد سامرتون هیچ لیبل یا برچسبی نداشت و دلیل دوم هم این بود که یه نخ بومی داخل چمدون بود به رنگ نارنجی که مرد سامرتون شلواری که پوشیده بود با این نخ تعمیر شده بود و جالبیش اینجاست که این نخ داخل استرالیا به فروش نمیرسه و فقط داخل ایالات متحده است. به همین دلیل هم بود که خیلی ها معتقد بودن که مرد سامرتون ابتدا در ایالات متحده بوده و بعد به استرالیا اومده. البته اومدن اسم و مشخصات و اثر انگشت مرد سامرتون رو به کشورهای انگلیسی زبون هم فرستادن، مثل انگلیس، مثل آمریکا، و باز هم نتونستن هیچ نشونه‌ای پیدا کنن. یکی از چیزهایی که در اون چمدون پیدا شده بود، روی بعضی از وسایل اون داخل اون چمدون نوشته شده بود کین، اما این کین به دو صورت نوشته شده بود. یکیش اینجوری بود که آخرش همونطوری که میبینید N هستش و یکی آخرش E هستش. به همین دلیل هم هستش که معتقدن این اسم فیک، دروغینه و احتمالا متعلق به مرد سامرتون نیست و بیشتر به خاطر ردگم کنیه که گذاشتنش. 4 ماه بعد از پیدا شدن جسد مرد سامرتون، پلیس یک کشف عجیب کرد. در کمر شلوار مرد سامرتون، همون شلواری که پاش بود، یه جیب مخفی پیدا کردن که یه تیکه کاغذ داخلش بود. این که الان من به شما بگم این چی نوشته، خب به نظر خیلی راحت میاد، ولی شما فکر کنید یه عبارت فینگلیش اونم در استرالیا براشون خیلی سوال بود که این نوشته چی بوده. که بعد از اینکه از چند تا متخصص میخوان بیان و به کتابخونه ها زنگ میزنن، متوجه میشن که این یه عبارت فارسیه به اسم تمام شد. یه جیب مخفی، یه عبارت فینگلیش و یه مرد مرده موضوع رو خیلی عجیب کرد و در همین ارتباط هم یه مقاله نوشته شد و داخل روزنامه ها چاپ شد. اتفاقی یه مردی که تاجر هم بوده این مقاله رو میخونه و با یک کتاب به اداره پلیس میاد. اون میگه که در همون روزی که مرد سامرتون پیدا شده، ماشینش در ساحل سامرتون پارک بوده. میره یه دوری میزنه و بر میگرده و میبینه که یک کتاب روی صندلی عقب ماشینش افتاده. کتابو برمیداره، برگه میزنه، متوجه میشه که یک کتاب شعر مربوط به یه شاعر ایرانی به اسم عمر خیام. پلیس وقتی کتاب رو چک میکنه میبینه همون قسمت تمام شد پاره شده، ولی با این حال با ذره‌بین چک میکنن و متوجه میشن که
اون عبارت تمام شد متعلق به همین کتابه و احتمالاً این کتاب متعلق به مرد سامرتون بوده که بعدش اونو رها میکنه اونجا. در پشت جلد کتاب پلیس متوجه یه سری تورفتگی ضعیف شد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه. وقتی روی یه سری کتابا یه سری چیزا مینویسی یه تورفتگی های داره و پلیس هم متوجه شد و تونستن یه سری نوشته پیدا کنن. 5 خط حرف بود که به نظر می اومد یه کد سریه و یه شماره تلفن. نیروی دریایی استرالیا معتقده که این حروف متعلق به یک کد سری نیستن. این حروف نمیتونن یه نامه رو تشکیل بدن. تعداد حروف بسیار کمه. مگه اینکه مثلا این حروف اولیه یه ابیات یه شعر باشه یا اینکه مثلا متعلق به یه کتاب باشه یا قسمتایی از یه کد باشه مثلا. آره، برای همین میگن اصلا قابل شکستن نیستش. و اما شماره تلفن، شما فکر کنید که یه کتاب فارسی وجود داره، یه مرد مرده وجود داره، یه جیب مخفی وجود داره و یه شماره تلفن. اونها رو رسوند به یه پرستار 27 ساله به اسم جسیکا تامسون. خونه اون فقط 100 متر با ساحل سامرتون فاصله داره. خب رفتن این خانم جسیکا رو پیدا کردن و اون گفت که آره من یه کتابی داشتم ولی دادمش به آقای آلفرد بوکسال. خب همه فکر میکردن که این آقای آلفرد بوکسال همون مرد سامرتونه. اما در کمال تعجب آقای بوکسال زنده پیدا شد و اون کتابی که خانم جسیکا بهش داده بود رو هم داشت. قبل از اینکه مرد سامرتون رو به خاک بسپارن اومدن یه مجسمه گچی هم درست کردن از بدنش و اینکه من شنیدم که میگن جسدش رو هم مومیایی کردن قبل از دفن برای اولین بار. حالا چراشو دقیق نمیدونم. خب با این خانم جسیکا خیلی مصاحبه کردن و میگفتن که خب چرا باید این مرد ناشناس شماره تلفن تو رو داشته باشه و اون خب قبول نمیکرد، میگفت که من نمیشناسمش. اومدن این مجسمه که از مرد سامرتون درست کرده بودن رو نشون خانم جسیکا دادن و اون کاراگاهی که اونجا بود میگفت که جسیکا وقتی که این مجسمه رو دید به نظر میومد داره قش میکنه، حالش بد شد و گفت که من دیگه نمیخوام این مجسمه رو ببینم. ولی بعدم ادعا کرد، گفت من نمیشناسم. شما نمیتونی ثابت کنی. و اینکه شاید براتون جالب باشه که بگم خانم جسیکا بعد از اینکه تونه ثابت کنه که هیچ ارتباطی بین اون و مرد سامرتون نیستش، از پلیس خواست که به هیچ عنوان اسمش رو به رسانه ها ندن و نتونن روی اسمش تحقیق کنن. یعنی به معنای واقعی جلوی تحقیقاتی که در مورد مرد سامرتون داشت میشد رو گرفت و کلن تا سال 2007 که فوت کرد هیچ کس نمیدونست که این خانم جسیکا کیه. همه میدونستن یه زنی وجود داره، یه شمارهی وجود داره، ولی اسمش رو نمیدونستن. با این حال ما الان میخواییم یه اطلاعاتی در مورد مرد سامرتون پیدا کردیم، یعنی کلن اطلاعاتی که بود رو پیدا کردیم و الان میخواییم در مورد تئوری ها حرف بزنیم. و اما تئوری اول میگه که احتمالاً مرد سامرتون خودکشی کرده و خودش مسئول مرگشه و همینطور اون یادداشت تمام شد هم یادداشت خودکشی بوده. و اینکه جالبه بهتون بگم که 3 سال قبل از پیدا شدن جسد مرد سامرتون یه جسد یه مرد دیگه هم پیدا شد که با یه سمی به اسم باربیتورات خودکشی کرده بود. این آقا اسمش جورج مارشال بوده و در کنارش کتاب رباعیات خیام هم بوده. و الان داستان اینجوری که ما 2 تا مرد مرده داریم که هر دوتاشون یه ربطی به کتاب عمر خیام دارن. ولی خب مرد سامرتون یه نوشته توی جیب مخفی شلوارش بوده ولی اون مرد دیگه کتاب رباعیات کنارش بوده و این دوتا خیلی با هم دیگه تفاوت داره و کلی شواهد عجیب و غریب دیگه هم توی همین وجود داشته. همینطوره. چقدر احتمال داره که ما یه جیب مخفی داشته باشیم؟ چرا؟ مادر بزرگ من جیب مخفی داشت ولی پولاشو قایم میکرد، نه یه یاد داشته تمام شد.
و اما تئوری دوم. تئوری دوم میگه که احتمالاً مرد سامرتون جاسوس بوده. در زمانی که جسد مرد سامرتون پیدا شد، بدگمانی های زیادی در مورد جاسوسان روسی وجود داشت و اتفاقاً چند ماه قبلش هم یه حلقه جاسوسی داخل سفارت شوروی پیدا کرده بودن. اون شبی که جسد مرد سامرتون دیده شده بود، یه مردی گفت که من یه مرد دیگر رو دیدم که یه آدم رو روی شونش داره حمله میکنه. اون 100% نگفت که اون مردی که حمله میشده مرد سامرتون بوده، ولی میگفت مثلا احتمال داره که این اون بوده باشه و حتی این سناریو هم وجود داشت که مرد سامرتون توسط کسی دیگه کشته شده و به ساحل آورده شده. اگه جاسوس بوده باشه این کار رو خیلی اتفاقا زیاد میفته واسه شون. در سال 2013 یک تئوری مطرح شد توسط کیت تامسون، دختر جو تامسون. اون گفت که احتمال داره که مادر من جاسوس روسی بوده، چون که اون به مهاجرین تازه واردی که از روسیه می اومدن زبون انگلیسی درس میداده و همینطور من یک بار دیدم که داره یواش با تلفن روسی حرف میزنه و مراقبه که من نرسم و ببینم که اون داره روسی حرف میزنه. و حتی یک بار شنیده که مادرش گفته که او من هنوز میتونم روسی بفهمم و هیچ وقت به سوال من پاسخ نداده که کجا روسی یاد گرفته. و همینطور گفت که مادرش بهش گفته، یعنی جسیکا تامسون بهش گفته که من میدونستم مرد سامرتون کیه، اما تمایلی نداشتم که بگم کیه. حتی این دختر جلوتر رفت و گفت من از این میترسم که مادرم قاتل مرد سامرتون باشه، چرا که اون یه نیمه بسیار تاریک داشته و من همیشه از اون نیمهش خیلی میترسیدم. در دادگاهی که برگزار شد، با اینکه هیچ متهمی وجود نداشت ولی میخواستن در مورد مرد سامرتون حرف بزنن، یه آقایی که داروساز بود گفت احتمال داره مرد سامرتون مسموم شده باشه. یه سری سموم هستن که وقتی که مصرف میشن بلا فاصله از بین میرن، یعنی هیچ نشونه‌ای ازشون نمیمونه، هیچ نشونه‌ای به جا نمیذارن که اون فرد مسموم شده باشه. در اون زمان، یعنی در سال 1948 که داشتن در مورد این مسئله حرف میزدن، این سموم رو به اسم شماره 1 و شماره 2 معرفی میکردن، یعنی حتی اسماش هم نمیگفتن، چون که میگفتن که این سمها خیلی راحت تهیه میشه و شما اگه یه دانشی داشته باشی میتونی سمها رو تهیه کنی و اسم این سمها هم دیجیتالیس و استروفانتینه. اگه یادتون باشه گفتیم که جسیکا تامسون پرستار بوده، پس خیلی براش راحت بوده که این سموم رو بشناسه و یا تهیه بکنه و اینکه بده حتی کسی تهیه کنن براش. دقیقاً. برای همین خیلی ها میگن که احتمال داره که این مرد سامرتون رو بشناسه. چه دلیلی داره که وقتی تو یه نفر رو میشناسی نیای در موردش حرف بزنی، به غیر از این باشه که تو خودت یه ربط مستقیمی به این داستان داری؟ مثلا جاسوسه یا جاسوسی؟ آره، موقعیتش نمیخواسته لوبه. با این وجود هیچ کس نتونست هیچ دلیلی پیدا کنه که جو تامسون رو به مرد سامرتون ربط بده و این فقط تئوریه. و اما سومین تئوری و قوی ترین تئوری که تا الان وجود داشته، یه آقای هست به اسم آقای دریک ابوت. این آقا مستقیما روی پرونده مرد سامرتون کار میکنه و در دانشگاه استرالیا استاده. این آقا متوجه شد که جو تامسون یک سال قبل از پیدا شدن جسد مرد سامرتون یه پسر به دنیا آورده به اسم رابین تامسون. این آقای رابین تامسون بعدها یک بالرین خیلی بزرگ و مشهور شد که عکس‌هاش در همه جا وجود داشت. آقای آبوت از روی عکس‌ها متوجه شد که گوش‌های رابین تامسون با مرد سامرتون خیلی شبیه همن و این یه نقص ژنتیکیه که در همه افراد وجود نداره. اما چیز جالبتری که پیدا کرد این بود که دندون‌هاشون هم شبیه همه، یعنی یه نقص ژنتیکی بود اونم دوباره، و اینکه تعدادش 2% کل جامعه رو تشکیل میداد، برای اینکه یعنی یک نفر توی 20 میلیون. چقدر احتمالش وجود داره که مرد سامرتونی
گم بشه، که یه شماره تلفن پیدا بشه، به جسیکا ربط داشته باشه، بعد دندون پسرش و گوش پسرش هم شبیه مرد سامرتون باشه. یعنی احتمال خیلی کمی داشته باشه. خیلی احتمال کمی وجود داره. به همین دلیلم آقای عبود به این نتیجه رسید که احتمالاً مرد سامرتون پدر پسر جسیکاست. یعنی جسیکا و مرد سامرتون با هم رابطه عشقی داشتن و گفتن احتمالاً این هم اینکه اون در اونجا قش کرده خاطر اینکه بوده یه حسی داشته به اون، به همین دلیل بوده. اما سوال پیش میاد که خب چرا اگه میشناخته در موردش حرفی نزده؟ چرا واقعا سکوت کرده؟ چرا سکوت کرده؟ مثلا شاید ممکن بوده هم جاسوس بودن هم واقعا عاشق همدیگه بودن تو اون چیز، به خاطر همین نمیخواستن واقعیتشون رو بگن. هیچکس نمیدونه که چرا. و بعدا آقای آبوت متوجه شد که در زمانی که این اطلاعاتو به دست آورد متوجه شد که هم رابین فوت کرده و هم مادرش جسیکا. اما خوشبختانه رابین یه دختر داشت که اون دختر زنده بود و آقای آبوت تونست اون خانم رو پیدا کنه. اسم این خانم ریچل ریگان بود و شاید براتون جالب باشه که بگم این دو بعد از اینکه همدیگر رو ملاقات کردن عاشق همدیگه شدن و با هم ازدواج کردن. ریچل میگه که روزی که آقای آبوت اومد به دیدن من همش تلاش داشت، سعی میکرد که گوش و دندونهای من رو ببینه و این مرد سامرتون باعث شد که این دو با هم ازدواج کنن. در سال 2018 دکتر عبود زمانی که داشت از مجسمه گچی مرد سامرتون دیدن میکرد به طور اتفاقی چند تا تار مو دید که ظاهراً زمانی که داشتن جسد رو از قالب گچی جدا میکردن اون تار موها از مرد سامرتون داخل قالب گچی جا مونده و اتفاقاً 3 تا از این تار موها قابل رشد دادن در آزمایشگاه بودن و وقتی رشدش بدن میتونن ازش دی ان ای استخراج کنن. اونها چند بار برای نبش قبر مرد سامرتون درخواست دادن اما هر بار درخواستشون رد میشه و دادگاه استرالیا میگه که ما نمیتونیم برای یک کنجکاوی ساده به شما مجوز بدیم وقتی این کارو میکنیم که پای منافع مردممون در میون باشه. و اینکه خب شاید براتون جالب باشه که الان دکتر عبود و ریچل ریگان که دختر نوه جو تامسون که با هم ازدواج کردن 3 تا بچه دارن و یه ویدئوی من داشتم ازشون نگاه میکردم، اینا داخل خونه شون اومدن عکس جو رو زدن و کنارش مرد سامرتون زدن و کاملا اینا تقریبا 99% مطمئنن که مرد سامرتون پدر رابینه و پدر بزرگ ریچل. ولی با این وجود این اخبار مال سال 2020 اول 2020 و اطلاعات دیگه هنوز نیومده که آیا مثلا دی ان ای ها مطابقت داشته یا نداشته و احتمالا من فکر میکنم تا چند سال دیگه مشخص بشه. اما یه سوال اینجا پیش میاد، ما میگیم که اصلا مرد سامرتون پدر رابینه، پدر بزرگ ریچله، مرد سامرتون کی بود؟ حالا این مشخص میشه که پدر اونه، ولی واقعا کی بود؟ مال چه کشوری بود؟ مال چه کشوری بود؟ خانوادش کی بودن؟ پدر و مادر اصلا خواهر و برادر نداشت، هیچ فامیلی نداشت که دنبالش نمیگشت. هیچ کس دنبالش نمیومد. آیا واقعا جاسوس روسی بود؟ من به شخصه فکر میکنم که جاسوس روسی هست. همینطور جسیکا تامسون هم من فکر میکنم جاسوس روسیه. مثلا خیلی سواله که چرا مثلا دولت ایتالیا، دولت استرالیا خودش نمیاد که مثلا هزینه رو بکنه این کار انجام میده؟ چون آخه به نظرم خیلی مهمه که بدونن این شخص کی بوده. ببین نمیخوام انقدر براشون بیارزشه که در سال 1986 تمام مدارکی که مربوط به مرد سامرتون بوده از بین رفته، یعنی چمدونش منهدم شده، وسایلاش، لباساش، حتی مدارک پزشک، ببین مدارک پزشک قانونی هم از بین رفته، اون اظهارات شواهد چی بهش میگن شواهد عینی هم از بین رفته، یعنی هیچ اطلاعاتی نیستش که تو فکر کنی. من فکر میکنم خود دولت استرالیا اصلا میدونه که این شخص کیه. من احتمالش هست، من فکر رو میکنم مثلا میدونی این جاسوس بازی ها بعضیش توی سیاست قاطی میشه و تا نمیتونی بفهمی چیه. مثلا آخه این پولی که مثلا قراره بگیرن از این واسه که نبش قبل بکنن اصلا واسه دولت چیزی نیستش که بخواد از این 20,000 دلار واقعا پول نیست که نمسان خانه از این بگیرن. ولی با این حال
مجوز نمیدن. همچنین در سال 2011 یک کارتی منتشر شد که خیلی سر و صدا کرد، همین که دارید میبینید. یه خانمی تو وسایل قدیمی پدرش این کارتو پیدا کرده بود و میگن از لحاظ ظاهری خیلی شبیه مرد سامرتونه و همچنین یه خالی هم مثل این که روی گونهش هست که با مرد سامرتون مطابقت داره. ولی بعدها اینو رد کردن و گفتن که این کارت هیچ ربطی به مرد سامرتون نداره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.